سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به ویدیو دیگه. من کیمیام، من امیدم. امروز اومدیم به ترک با من قدم بزن از علی سورنا ریاکشن بریم. بعضی معتقدن که این ترک بهترین ترک سورنا کلا. کیمیارم هم آوردیمش اینجاستش که فکر نکنید در سورنا خوشش نمیاد یا اصلا این فکر رو میکنین. اگر در عکسش بود، یعنی قشنگ برعکس این فکری که میکنن اکثر بچه‌ها که میان اگر که ریاکشن دیگه رو که من هستم توشون از سورنا دیده باشین، کاملا مشخصه که من خیلی طرفدار این آدم هستم. پس نه، اگر توی ویدیو من نیستم صرفا واسه اینه که اون موقع نبودم. بریم که ببینیم چه جوریه. بریم که شروع کنیم. هیپنوتیز شدم. این گوش میشه. مثل کاورشه نگاه. بزن با هر دردی که همراته، محکم به اندازه یه لبخندی که فریاده، آروم زیر خاکستر. با من قدم بزن امشب با هر چی که تو دستاته، هر کفشی که تو پاته. با من قدم بزن من هوای چی حسی که توی موزیک هست یه جور دارک بودن خاصیه، با به هم ریختگی ریتم و یه جور اختشاشیه، یه چیز عجیبی بود اصلا. باید تو دستاته، هر کفشی که تو پاته. با من قدم بزن من هوای تو رو نفس میکشم. دست بیار به سمتم از کل دنیا دست میکشم. دلیل بیداری توی شبهای منم روزای تو، حرفه‌ای ترین قاب بسته روی لبهای منم روشای تو. با من قدم بزن رفتن تقدیر پاهاته، سکون مرگ انسان بودنه، هر کب دلیل آغازه. یا آینه رو بشکن یا تکرار رو ازش بکن با احساس و قدم. امشب با من قدم بزن امشب باش با من، بیا به حرمت صدا و خوندن از خون و بودن و غرور و موندن از جون تو راهایی که پر غربت بود. آبر شدن چه جرأت بود، بالا رفتن رویا بود، زمین نخوردن قدرت بود، زمین نخوردیم. با من بیا به حرمت نگاه هنرمندی که رنجی نداشت رنجیدنش، واسط ندیدی جنگیدنش رو، ندیدی دستیدنش رو، ندیدیم. شاید یه روزی فهمیدیش، شاید یه روزی فهمیدمش. امکان پاز کردن وجود نداره، مست میشی اصلا، محو این ترک میشی. سورنا حالت نرمال نداره. نه حتما باید بیاد توی آهنگ اینجوری میکنه. دیدی چیا گفت؟ خیلی چیا گفت. باید از اول دوباره گوش کنیم اگه میخوایم پاز کنیم صحبت کنیم، چون دفعه اولش هنگ بودم. یه تیکه میزنم عقب. رویا بود، زمین نخوردن قدرت بود، زمین نخوردیم. با من بیا به حرمت نگاه هنرمندی که رنجی نداشت رنجیدنش، واسط ندیدی جنگیدنش رو، ندیدی دستیدنش رو، ندیدیم. شاید یه روزی فهمیدیش، شاید یه روزی فهمیدمش. چه موزیکی داره، خیلی همون موزیک کار، یه چیز عجیبیه، عجیبه، یه چیز پر اختشاش عجیب غریبه، مریض. اتفاقا به نظرم پر اختشاش نیست، برعکس به شدت مسحور کننده است. میدونی یه جور آرامش بخشه. نه همون آرام، یه جور مسحور کنندگی که توش یه دیوونگی خاصی هست، واسه همین بهش میگم اختشاش. یه دارک توری توش هست، اختشاش نداره. با اینکه خلوته خیلی چیزا رو میفهمونه، خیلی میخوره به اون صحبتاش. که اون چه کاشتیم هنو نمرده، کسی دیگه نپرسه، میتونم بپرسم به حرمت اون هنرمند که از درست نمرده، شاید اصلا نبرده ولی برچست نخورده. بیا حتی اگه دوره، اگه دیدی
میگه شاید هنوز نبرده ولی برچسب نخورده. یعنی چی برچسب نخورده؟ برچسب نخورده آقا، حزب باد نبوده، از هر طرفی سود بود همون طرفی نرفته. باج ندادم، برچسب نخوردم. یعنی یه تایتل میذارن رو طرف، آفره. برچسب خوکه. آفرین. میگه سختی کشیدم فلان شدم ولی برچسب نخوردم. میتونم بپرسم به حرمت اون هنرمند که از ترس نمرده، شاید اصلا نبرده ولی برچسب نخورده. حتی اگه دوره، اگه سرت رو تنت مقروره، شب قدم بزن از جونت، اگه شب قدم زدن ممنوعه. تو رای که آروم نمیشد، هیچی به تر قانون نمیشد. بیا به حرمت له کردن قانونی که به قانون نمیخورد. با من قدم بزن من... یه بار دیگه از عاشقانگی در اومد. چی؟ از عاشقانگی در اومد. آره، تو رای که آروم نمیشد، هیچی به تر قانونت، اگه چقدر اینجاش هم یه شب قدم بزن از جونت، اگه شب قدم زدن ممنوعه. بیا حتی اگه دوره، اگه سرت رو تنت مقروره، شب قدم بزن از جونت، اگه شب قدم زدن ممنوعه. تو رای که آروم نمیشد، هیچی به تر قانون نمیشد. بیا به حرمت له کردن قانونی که به قانون نمیخورد. با من قدم بزن، من هوای تو رو نفس میکشم. دست بیار به سمتم، از همه دنیا دست میکشم. دلیل بیگاری توی شبهای منم روزای تو، حرفه‌ای ترین قاب بسته روی لبهای منم گوشای تو. وای چقدر خوب میگه. عکس کاور نگاه میکنم، یه اینجا مثل سر یه شیطونه. نه نمیدونم، یه دیواریه که این برمارش تاره. دلیل بیداریای من شبهای منن روزای تو، دلیل بیداری توی شبهای منن روزای تو. حرفه ای ترین این جمعه که گفت من روشت بوشت که موجی بوشت میشورم. حرفه ای ترین قاب بسته روی لبهای منن گوشای تو. خیلی قفن میگه، چقدر سخت میگه. حتی قشنگش میکنه این سخت گفتن. دقیقا قشنگش میکنه این سخت گفتن. بی که به قانون نمیخور، با من قدم بزن، من هوای تو رو نفس میکشم. دست بیار به سمتم، از همه دنیا دست میکشم. دلیل بیگاری توی شبهای منم روزای تو، حرفه‌ای ترین قاب بسته روی لبهای منم گوشای تو. با من قدم بزن، محدودیت دیدته، نه کشور نه دینته، نه کل سرزمینته. وقتی چشات خوب ببینه، کسی نمیتونه چوب بچینه. تو چرخ چرخ بزن، تو چرخ چرخ بزن. با من چی گفت اینجا؟ دوباره باید گوش کنم. ولی خیلی قبلش خیلی باحال بود. محدودیت دیدته، نه کشور نه دینته. جمله زیبایی که میگه همین که گفت دقیقا. محدودیت دیدته، نه کشور نه دینته، نه کل سرزمینته. یه آدمی که بخواد یه کاری رو انجام بعدش بده، بعدش نفهمدم چی گفت. دنبال بهانه واسه انجامش میگرد، آدمی که نخواد انجام بده دنبال بهانه واسه انجام. نه یه جمله قشنگ تر تا چیزی که من میگم میگه، ولی جیستش همینه. نه دینته، نه کل سرزمینته. وقتی چشات خوب ببینه، کسی نمیتونه چوب بچینه. تو چرخ چرخ بزن، تو چرخ چرخ بزن. با من بیا. فهمیدی چی میگه؟ تو چرخ چرخ بزن یعنی چی؟ وقتی چشات خوب ببینه چی؟ یه بار دیگه. چوب بچین، نه کل سرزمینته. وقتی چشات خوب ببینه، کسی نمیتونه چوب بچینه. تو چرخ چرخ بزن، تو چرخ چرخ بزن. با یه محدودیت دیدته، نه کشور نه دینته، نه کل سرزمینته. مینته. وقتی چشات خوب ببینه، کسی نمیتونه چوب بچینه. تو چرخ چرخ بزن. این بهتر از این نمیتونسته بگه. مزهش همون چوب لای چرخ گذاشتن. میگه وقتی حواست جمع باشه، وقتی اینو مترجم اینه که میگه تو چرخ چرخ. خب دیگه الان میخوام به همون برسم. میگه وقتی بذار بعد خودت تو چرخ چرخ بزن. میگه که وقتی حواست جمع باشه، کسی نمیتونه چوب بچینه. تو چرخت مثلا بذاره، تو چرخ چرخ بزن. تو چرخت میچرخه همیشه. میگه تو چرخ چرخ بزن، منظورش همینه. آره. این آهنگ فکر کنم کلا منظورش، کل حرفی که تو این آهنگ داره مثلا اینه که این سبک زندگی رو انجام بده. آفر. با من قدم بزن، سبک زندگی رو. آره. کلا میگه نمیتونه چوب بچینه، تو چرخ چرخ بزن، تو چرخ چرخ بزن. با من بیا به حرمت سنگای که از دور پامون، دیدنی که از تو چشامون، به حرمت دشمنامون آزاد بودن و حس کنیم یه قطره بسته از کل بارون. به حرمت تفاوت نگاه ما با هم دور هامون. اگه یه کشور داشتم اینو میذاشتم سرود ملیش. آهنگ وای من همین رو میخواستم الان بگم. خواستم بگم آهنگ اینجوری که مثلا غرور و افتخار تو عشان ببین وقتی آهنگ باعث شما بشین
چیز خوبیه. یعنی چی برود بشه؟ یعنی برود بچه ها میفهمن. بعد من این کارم میکنم. میفهمن دیگه. این کلمه چی بود؟ چی؟ های؟ های؟ های گود مورنینگ. دنبال کلمه مورمون میگشتم. گول چوب بچینه تو چرخ چرخ بزن، تو چرخ چرخ بزن با من بیا به حرمت زنگایی که از دور پامون، دیدنی که از تو چشامون، به حرمت دشمنامون آزاد بودن و حس کنیم یه قطره بسته از کل بارون، به حرمت تفاوت نگاه ما با هم دوره هامون، به حرمت سنگایی که هست دور پامون، به حرمت دشمنامون. خیلی حرف توشا. به حرمت دشمنامون بیا آوانده، بیا تسلیم نشو، ادامه بده. به حرمت نگاهی که هست تو چشامون، ما حقی که بهش نرسیدیم، اون چیزی که جلومونه باید بهش برسیم، سعی تو بکن یه قطرم بس از کل بارون. همین حسه رو که اصلا نمیشه ما بگیم وقتی خودش انقدر داره خوب میگه. آخرش به حرمت تفاوت نگاه ما با هم دوره هامون. خدا کجا میاری اینا رو؟ قشنگ باید یه چیز پری اینجا باشه بتونی اینجوری قوی توی یه چیز خیلی آروم دقیقا. بگی. تو به چی اعتقاد داری؟ به جیب‌های خالی و سینه‌های پر؟ بیخیال. به حرمت تفاوت نگاه ما با هم دوره هامون. واقعا موافقم با اون کسایی که معتقدن این ترک یکی از، یعنی اونو میگم بهترینشه، یعنی من حداقل میتونم بگم این یکی از بهتریناست، چون آلبوم گوزن شاهکار زیاد داره. آلبومش کویریشو زیاد گوش ندادم، اصلا گوش نکردم، نمیدونم، فقط یه گنجشکاکا ازش گوش کردم که اون مال قبل که رفتم و شما اون گفتید که کاش با کیفیت‌ترش میرفتی، ولی من عاشق اون آهنگ بودم و اصلا نمیدونستم که توی چیز هست، توی کویر هست همچین چیزی. بعد رفتم گوش کردم، با کیفیت‌تر بود، بیتش یه بیت قوی داشت، یعنی منظورم از قوی قابلیت حس بود، بیت داشت میکوبید، ولی خیلی بیشتر اون گنجشکاکا رو دوست داشتم که ریاکشنشو گذاشتم، با اینکه قدیمی‌تر بود و کم کیفیت‌تر، ولی این یکی از بهترین کاراش بود به نظر من واقعا. من آلبوم گوزن رو شنیدم به جز این آلبوم، به جز این آهنگ، البته همش هم نشنیدم. البته هم گوزن همون اونایشون که کانال هست ریاکشن رفتیم اونا رو شنیدم، به جز اون یه تک و توکی دوباره از اون شنیدم و این آهنگش من نمیتونم بگم توصیفش که... میشه کرد واقعا. آره ولی نمیتونم بگم مثلا بهترین بود یا جزء بهترین ها بود، چون هر بار از رو نگوش کردم به همین حد سورپرایز شدم از شدت خفن بودن کارش. واسه همین فهمیدم که همشون واقعا خفنن، نمیتونم لول بندی کنم، هرچند که این واقعا یه چیز سنگینی بود تو اوج آروم بودن کار. مرسی که این ویدیو رو با ما تا آخرش نگاه کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید، کانالمون سابسکرایب کنید و ویدیو رو با دوستاتون شیر کنید. اگه دوست دارید محتوای متفاوت‌تر و جالب و باحالی از من ببینید، حتما بیاین چنل اولم، اونجا من محتوای متفاوت تری از این چنل میذارم که محتوای خیلی باحال و جالبی ان، که آیدیشو واسهتون اینجا میذارم و لینک مستقیمم داخل دیسکریپشن. نظراتتون رو حتما توی کامنت ها بهمون بگید و اگه آهنگای دیگه ای، ترک های دیگه از سورنا هست که دوست دارید ما ریاکشن بریم و مثل همین به نظرتون شاهکاره، حتما توی کامنت ها بهمون بگید. بچه‌ها راه ارتباطی ما این بالا هست، اینستاگراممونه که میتونید فالوشون کنید و راه ارتباطی بیشتر داخل دیسکریپشن هست و دو تا ویدیو خیلی باحال دیگه براتون اینجا میذارم. پیشنهادی خودم، اگه دوست داشتید حتما برید بعد این ویدیو اونا رو هم نگاه کنید و امیدوارم شب و روزگار خیلی خوبی داشته باشید و تو ویدیوی بعدی خدا نگهدار.